مدت هاست گروه های مذهبی و حتی غیر مذهبی منزل به منزل برای رسوندن پیامشون میرن تا با نشانه گرفتن خانواده ها به هدف خودشون دست پیدا کنن. جامعه بهائی در فعالیت های جامعه سازی خود از طریق جلسات دعای خانوادگی، کلاس های کودکان و طرح تواندهی نوجوانان چگونه تلاش میکنه تغییر در نگاه فرهنگی خانواده ها ایجاد کنه و از این مسیر خدمت به ساختن جامعه‌ای بهتر رو ایجاد می‌کنه. در این برنامه هم همچون برنامه پیش نگاهی خواهیم داشت به نقش خانواده در جامعه سازی ایفا میکنه و همراهیم با خانم فرزانه ثابتان تحلیلگر مسائل روانشناختی و مهرزاد بازیار روان درمانگر و مشاور خانواده. مجددا خوش آمدید به برنامه بازتاب. آقای بازیار، مفهوم خانواده در دیانت بهائی تغییری کرده؟ اجازه بدید از آثار اینو بخونیم چون کاملا مشخص میکنه که مفهوم خانواده از دیدگاه بهائی چی هست. حضرت عبدالبها در دوم ژوئن 1912 در نیویورک در خیابان پنجم در کلیسای اسنشن یک خطابه ای رو فرمودن. من چند جمله از اون خطابه رو زیارت میکنم. شما ببینید که چگونه هم مفهوم خانواده از دیدگاه بهائی تشریح میشه و هم ارکان اون ترسیم میشه. به موجب تعالیم حضرت بهاءالله، خانواده که یک واحد انسانی محسوب است باید طبق اصل تقدیس و احترام تعلیم و تربیت یابد و جمیع فضائل و کمالات به وی القا گردد. تمامیت و جامعیت روابط بایستی پیوسته مورد توجه دقیق قرار گیرد و حقوق و شؤون اعضا کل محترم و محفوظ باقی ماند. حقوق فرزند، حقوق پدر و مادر هیچ یک از آنها نباید پایمال شود و معرض تخطی و تجاوز واقع گردد. جمیع این حدود و مشخصات بایستی مورد احترام واقع گردد و در این حال وحدت و یکانگی خانواده محفوظ و لن یتغیر باقی ماند. ناراحتی هر یک باید ناراحتی عموم تصور شود و راحت و آسایش هر عضو راحت و آسایش اعضای دیگر و بالاخره اعتلاء و افتخار هر فرد اعتلاء و افتخار سایر اعضا افراد تلقی گردد. در این بیان مبارک اصل تقدیس و احترام، اصل تعلیم و تربیت، فضائل و کمالات، تمامیت و جامعیت، حقوق و شؤون اعضا، همینطور حدود و مشخصات، وحدت و یگانگی، راحت و آسایش، اعتلاء و افتخار، اینا ارکان خانواده، ارکانی است که در خانواده باید استوار باشه و مفهوم خانواده از دیدگاه بهائی مفهوم روحانی و معنویه، در عین اینکه مفاهیم گذشته رو هم در بر میگیره. خانم ثابتان، مفاهیمی که بیان کردن در خانواده بهائی مورد نظر هست، به نظر من بعضی از اینها در مفهوم خانواده به طور عام هستش. شاید نگاه و برداشتمون تغییر باید بکنه نسبت به این قضیه. تقدیس مثلا عنوان شده بود. من نمیدونم آیا این تقدیس همون احترام بیچون و چرا و تعبدی مثلا فرزند نسبت به والدینه و یا نگاه دیگری است. اصولا حالا این مثال من زدم، چه تغییری الان شما با مطلبی که جناب بازیار عنوان کردن در اون چه که بوده یا الان هست و اون چه که باید از دیدگاه دیانت بهائی باشه میبینید؟ حضرت عبدالبها در رساله مدنیه میفرمان خانواده یک ملت کوچک است. ما در دوران قبل خانواده رو به عنوان ملت کوچک نمیدیدیم. همونطور که عرض کردم در دوران کشاورزی، در دوران قرون وسطا، خانواده یک واحد اقتصادی بود که همه کار میکردن و از طریق روابط جنسی نیروی کار تولید میشد تا چرخ جامعه به چرخه، تا همه نون داشته باشن که بخورن.
ولی الان خانواده این نیست. نگاه جامعه امروز به این انسان تغییر کرده، نگاه جامعه امروز به فرد، به احترامش، به ارزشش، به نگاهش، به زندگیش، به معنای زندگی تغییر کرده. خب به تبع این خانواده هم در آیین بهائی خیلی دقیق‌تر، مشکافانه‌تر، ظریف‌تر و با جامعیت بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیره. چنانکه میگن وحدت عالم انسانی، حالا من مضمون بیان هست بالا رو میگم، میگن وحدت عالم انسانی ممکن نیست مگر اینکه وحدت عائله یعنی خانواده اتفاق بیفته. این وحدتی، این جامعه جهانی، دهکده جهانی که ما میخواییم درستش کنیم، این باید از خانواده شروع بشه. اینقدر خانواده ارزشش میره بالا در دنیای قبل، در جوامع قبل این مسئله وجود نداشت، الان مطرحه. الان خانواده، شاید من حقیقتش به دلیل علایق خودم 9 سال گذشته رو به بحث خانواده و تعریف خانواده و امثال اینا پرداختم. همین نکاتی که شما میفرمایید، تقدس یعنی چی؟ آزادی یعنی چی؟ احترام یعنی چی؟ اطاعت یعنی چی؟ این چیزهایی که در خانواده اصلایی که باید وجود داشته باشه، اصل سرور یعنی چی؟ اصل آسایش یعنی چی؟ اینا همه معنی داره. وقتی شما اینها رو میشینید بررسی میکنید، در دنیای قبل این مسائل وجود نداشت، ولی الان تعاریفی رو که من میبینم از خانواده میشه، جامعه شناسی میگه خانواده یک واحد اجتماعی، روانشناسی میگه خانواده اونجاییست که اون عاملیست که فرد درش رشد میکنه و اون رحمیست که فرد درش پرورش پیدا میکنه و خب ارتباط هیجانی، عاطفی، معنوی یک زن و مرد با هم که نیازهای همدیگر رو اقنا میکنن و ارضا میکنن. چه میدونم از نظر سیستمی میگه خانواده یه سیستمه، ولی هست ولی امرو رو یک تعریف میفرمون برای خانواده. میفرمون خانواده مؤسسه اجتماعی و روحانیست. این تعریف یعنی اینه که خانواده یک موجود، اولا موجود زنده است، ثانیا یک موجودی است که دو بُعد داره، یه بُعد اجتماعی داره، یه بُعد عاطفی روحانی داره. اگر هر کدوم از این بُعدها، ابعاد، لنگ بزنه، خانواده دیگه خانواده نیست. خانواده امروز خانواده است، همونطور که در اون بیان جناب بازیان خوندن، خانواده است که یکی از ارکان مهمش بحث عشق، بحث محبت، بحث فداکاری، بحث ارتباط متقابل، زبان گفتگو در خانواده است. چون در دوران قاجار، در دوران قرون وسطا، همین قرن 18 دوران صنعتی، شما در این خانواده های مارکسیست، منظورم مفهوم خانواده از دیدگاه مارکسیسته، اصلا به روابط بین اعضا توجه نمی کنم. انسان منبع کاره، منبع تولیده و باید ما هر کاری بکنیم که حد اکثر تولید رو یه انسان بتونه بکنه، حتی اگر به این قیمت باشه که مادر رو از بچهش جدا کنیم، حتی اگر به این قیمت باشه که بچه‌ها در مؤسسات اجتماعی پرورش پیدا بکنن، حتی اگر به این قیمت باشه که اون بند محکم و پنهان عشق و عاطفی رو که خانواده رو سر پا نگه می‌داره، اون بند رو ببرید. خب این مفهوم از خانواده رو آیین باهائی در مقابلش میگن نه، خانواده دو بُعد عاطفی معنوی و اجتماعی داره، یک مؤسسه است، یک مؤسسه‌ای که با عشق ایجاد میشه، ولی ابعاد اجتماعیش هم مهمه. اون عشق نمیاد بگه حالا ما دو نفر به طور رویایی با هم زندگی میکنیم، زیر چادر هم با هم زندگی میکنیم، نه، باید ابعاد اجتماعیش مد نظر باشه، عقلانیت درش هست، جنبه‌های کاربردی و ملموس زندگی درش هست، ولی جنبه‌های معنوی و روحانی هم هست. وقتی میخوای بچه‌ت رو شیر بدی، با عشق شیر بده. وقتی بارداری دعا بخون، یعنی به متافیزیک باور داشته باش، اینقدر روحانیت درش وزنش قوی میشه. بنابراین مفهوم خانواده، تعریفی که من در خانواده، در آیین بهائی از خانواده دیدم، من حداقل هیچ جای دیگه ندیدم، به عنوان یک مؤسسه ای که بنیادش رو دو نفر با عشق، انقیاد، اعتماد، محبت و توجه به کمال، کمالگرایی و رشد میذارن و این همیشه واقفن. این مؤسسه یه بُعد مادی و اجتماعی داره و یه بُعد معنوی و روحانی. این پرنده‌ای که یه پاش روی زمین روی گله، باید آب و دانه رو از زمین بگیره، ولی نگاهش به آسمان و پروازه. سپاسگزارم. یه تفاوتی که ما
برنامه قبلم صحبت کردیم در میزان وابستگی و همون دلبستگی است. ما از یه طرف جامعه سنتی مثلا ایرانی رو داریم که البته الان هم ایرانی خیلی به این شکل نیست، ولی حالا کشورهای اطراف هم دارن این رو، که خانواده این پیوستگیشون تا جایی میره که از خانواده هسته‌ای هم خارج میشه، گاهی اوقات به صورت یه خانواده بزرگ کلان در میاد و همچنان مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها توش نقش بسزایی دارن. بچه‌ها تا زمانی که پدرشون هست زیر فرمان پدرشون قرار میگیرن در واقع به یه تعبیری، و خب اسمش هم پیوستگیه. توی این در مقابل خانواده غربی رو داریم که بچه ها خیلی وقتا به 18 سالگی که میرسن اصلا خانواده مستقل خودشون یا حداقل زندگی مستقل خودشون رو ایجاد میکنن، و چه بسا میزان دیدن و با هم بودنشون به شدت کاهش پیدا میکنه. تعریف وابستگی، پیوستگی و این چیزی گره خوردن ها تو دیانت بهائی در خانواده چه شکلیه؟ البته اگر مطلب خودتون هم بفرمایید. بله، با ظهور دیانت بهائی الگوهایی که عوض شده یا تغییر کرده، الگوهای بسیار بیشماری هست. من جملهش یکی همین هستش که شما میفرمایید، ولی من میخواستم بقیه را مرور بکنم خیلی به سرعت. الگوی چند همسری تبدیل شده به الگوی تک همسری. این در دیانت بهائی این تغییر صورت گرفت. الگوی مرد محوری شده الگوی تعامل زن و مرد که دو بال پرنده هستش. الگوی مشورت در خانواده جایگزین الگوی مرجع تصمیم گیری شده. الگوی نگرش به دیگران به عنوان غیر خودی یا کافر تبدیل شده به الگوی اینکه ما با دیگران معاشرت بکنیم، معانست بکنیم و حتی از با اونها ازدواج بکنیم. لزوم تعلیم و تربیت و به خصوص تربیت دختران ارجحیت پیدا کرده به تربیت پسران در الگوی اقتصاد محور گذشته. الگوی ترس جا شده به الگوی خشیت که همراه با احترام هستش. الگوی تقوا به معنی پرهیزکاری جا شده به الگوی تقوا به معنی اعتدال داده، و همه اینا بیشتر به شرق مربوط میشه، ولی چیزی که به غرب مربوط میشه مطلبی که شما فرمودین، یعنی الگوی استقلال شخصی و استقلالی که به سن قانونی فرد میرسه، این تبدیل شده به الگویی که حقوق معنوی والدین حالا توش دخیل میشه یا وظیفه اولادی توش وارد میشه، که خیلی هم شاید به مذاق غربی ها این شیرین نیست که فرضاً مثلا چرا من در سن 50 سالگی وقتی میخوام ازدواج کنم پدرم باید بیاد مثلا امضا بکنه تا من اجازه ازدواج داشته باشم. ولی در صورت این الگوها تغییر کرده. در مورد سوال خاصی که شما فرمودید در مورد وابستگی و دلبستگی و پیوستگی، ما یک رویکردی یا یک اپروچی داریم در روان درمانی به نام استراکچورال فامیلی تراپی، فامیلی سیستم تراپی. توی این میایم به اصطلاح باوندریز یا مرزبندی ها، رول ها یا رول ها، قواعد و قوانین یا نقش هایی رو که تحلیل رفتار متقابل، تو اینا رو ما بررسی میکنیم و ساختاری خانواده رو متوجه میشیم که بر چه مبنایی هست که اون همبستگی و وابستگی و پیوستگی با این مفاهیم معنی پیدا میکنه. در امر مبارک واژه ها چیزهای دیگه ایست، مثلا حرمت هست یا مقام هست یا وظیفه هست. بنا به مفهوم این واژگان اون وقت باندری ها یا اون مرزبندی ها یا اون نقش ها، رول ها یا رول ها یا رد لاین ها، بنا به این مفاهیم اونا هم تغییر میکنه. بنابراین ما وابستگی و پیوستگی و همبستگی رو ممکنه در روان درمانی معمولی به نوع دیگه ای معنی بکنیم، ولی در دیانت بهائی به نحو دیگری تعریف میشه. سپاسگزارم. اگه اجازه بدید توقف کوتاه داشته باشیم، شما بینندگان عزیز با راه‌های تماس با ما آشنا بشید، این بحث رو تا چند لحظه دیگه ادامه بدید. نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
راه‌های تماس با بازتاب ایمیل info@persianbms.org، تلفن 202-747-3700 با پیش‌شماره 201. همچنین در صفحه فیسبوک بازتاب هم می‌توانید جز ابراز نظر از آرشیو برنامه‌ها استفاده کنید. کانال یوتیوب و تلگرام پرژن بی ام اس و تارنمای پرژن باهای میدیا دات ارگ نیز راه های دیگر دسترسی به برنامه های ماست. بحثمون رو در مورد نقش خانواده در فرایند جامعه سازی ادامه میدیم. بحث جامعه سازی رو اگه بخوایم دقیق تر دنبال بکنیم، خانم ثابتان، خیلی از فعالیت های جامعه باهایی داخل خانواده هاست. مثلا جلسات دعایی که در خانواده ها برگزار میشه. با این مشارکتی که در خانواده‌ها ایجاد می‌کنیم و با این فعالیت‌هایی که در خانواده‌ها ایجاد می‌کنیم به دنبال چی هستیم؟ اولا همه اعضای خانواده وقتی دخیل هستن، خود این مانع تضاد افراد جامعه با هم دیگه میشه. حمایت خانواده وقتی هست، همه این ارتباطات اون بار عاطفی خانواده و حمایت خانواده رو با خودش همراه میاره و این خیلی خیلی کمک میکنه به پیشبرد اهداف، به تسهیل کردن حرکت تغییر و خیلی از موارد دیگه. بنابراین شما وقتی که میبینید خانواده دخیل میشه، یعنی فرد رو با تمام تعلقاتش به یک جمعی میکشونید، نه فرد رو به تنهایی از اون فضاش بگیرید و به صورت یک موجود ایزوله شده بیارید توی یک سیستم اداری قرار بدید. مثلا مفهوم ضیافت که یکی از بنیادی ترین در واقع سلول های اون گردانندگی و روابط اداری جامعه بهائی است، ضیافت تو خانواده ها تشکیل میشه، تو خونه ها تشکیل میشه. ببینید شما در وقتی سلامت رو میخواییم بررسی بکنیم، برداشت بنده است، نظر بنده است که سلامت در سه سطح فرد و خانواده و جامعه از یک الگو تبعیت میکنه و اون یک پارچگی بین اجزاه. خب اگر این الگو در خانواده وجود داشته باشه، خیلی راحت تر شما میتونید این الگو رو به جامعه هم منتقل کنید و کل این الگو رو بیارید بذارید تا یه تیکه از این الگو بیاد و بخواد این بحث رو در جامعه پیدا بکنه. حتی به طور پنهان هم این اصلا داره در جامعه هم به وجود میاد. مثلا شما میبینید که در فلان جشن یا در فلان فستیوال اگر یه هنرمندی داره معرفی میشه، همسرش هم باشه. در مجامع سیاسی رئیس جمهور اگر هست، همسرش هم باشه، در حالی که ممکنه اون همسر اصلا نقش سیاسی نداشته باشه. ولی در واقع این دوتا به صورت یک تمامیت دارن وارد ارتباطات اجتماعی میشن. همینطور در مورد خانواده، زنی که این همبستگی این دوتا، همگرایی این دوتا با هم میتونه همونطور که گفتم تسهیل بکنه. یعنی فرد رو با خانواده شما میارید شروع میکنه به فعالیت. خانواده به طور گروهی داره فعالی، میتونه هدف خانواده باشه که خود این در انسجام و استحکام خانواده نقش عمده‌ای داره، تا اینکه شما یه فرد رو از خانوادهش بکشید بیرون و بگید حالا بیا این کار رو انجام بده. مرسی. آقای بازیار، خیلی از گروه ها اونها هم از طریق خانواده ها اقدام میکنن برای تبلیغ. مثلا ما خیلی فعالیت هایی رو میبینیم که گروه های مذهبی در خونه ها میرن و یکی یکی و شروع میکنن با خانواده ها ارتباط برقرار کردن. چه تفاوتی میکنه فعالیت هایی که جامعه بهائی برای خانواده ها انجام میده و شاید سایرین؟ جواب این سوال یک کمی مشکله، چون واقعا ما نمیدونیم که اونا دارن چه کار میکنن. یعنی مثلا من اطلاع ندارم در مانیل الان مثلا چه فعالیت هایی داره صورت میگیره یا در ساو پائولو چه فعالیت هایی. ولی میشه که فعالیت، یعنی خصلت هایی رو که فعالیت های جامعه بهائی هست اونها رو راجبش صحبت کرد و بعد تفاوت ها رو بعدن میشه احساس کرد وقتی که مقایسه بکنیم با هر نوع فعالیت دیگه ای که فعلا اطلاعی لااقل بنده ازش ندارم. اولین خصلت فعالیت های جامعه بهائیان برای خانواده ها مسئله تعامل و همکاریه. یعنی ما وقتی که فرزند برای کمک یا برای ایجاد یک تغییر یا برای آموزش به یک روستا یا به یک شهری میریم، ما تعامل و همکاری میکنیم با اون سازمان‌ها یا ارگان‌هایی که اونجا دارن کار میکنن. ما دنبال تنازع و دنبال
برتری جویی یا دنبال رقابت نیستیم، دنبال همکاری و تعامل هستیم. تفاوت دیگر اینه که ما اصل وحدت در کثرت رو خیلی بهش اعتقاد داریم، یعنی نمیخوایم که چهره خانواده ها عوض بشه، نمیخوایم که فرمت خانواده ها عوض بشه، میخوایم این گل ها با همون بوهایی که دارن، با همون رنگ هایی که دارن بمونن، باقی بمونن. تنها کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که این گل ها رشد بکنن و سلامت باشن، و در این دو راستا داریم فعالیت میکنیم و نمیخوایم لباس یونیفرم تن همه جوامع مختلف بکنیم به عنوان این. سومین تفاوتی که داره که از هر دوتای اون اولی و دومی مهمتر هستش اینه که ما به دنبال تنویر هستیم، به دنبال هدایت نیستیم. فرق تنویر و هدایت این هستش که در هدایت من میدونم و تو نمیدونی، و در هدایت نهایتاً منتج میشه به اینکه امر بکنم به معروف و یا نهی بکنم از اون منکری که داری انجام میدی. ولی در تنویر من روشنگری میکنم، من حقیقت رو به دنبالش هستم، حقیقت هم نزد منه هم نزد تو هستش. چجوری جامعه باهایی داره خانواده ها رو قوی تر میکنه، توانمند میکنه؟ خب در خیلی زمینه‌های مختلف هست. فرض کنید در زمینه آموزش و پرورش میتونه این کار صورت بگیره، در زمینه خصائل انسانی میتونه صورت بگیره. یعنی فرضاً اگر در نظر بگیرید کلاس هایی که برای نوجوانان تشکیل میشه در سطح، یا جلسات دعا که در سراسر کره زمین تشکیل میشه، یا سایر فعالیت ها مثل فعالیت های روحی یا غیره، تمام این فعالیت ها در جهت رشد هست، در جهت ترقی و ایجاد و تمرین و ممارست فضائل انسانی هست. از این طریق هستش که کمک میکنیم به رشد خانواده. خانم ثابتان، اسم آوردن که ما از طریق کلاس های روحی، طرحی که برای کودکان داریم، جلسات دعا داریم، تقویت میکنیم خانواده ها رو در جهت توانمند کردنشون. چجوری؟ یعنی چه اتفاقی میفته در مثلا کلاس های روحی یا طرحی توانمندی نوجوانان و یا کلاس های اطفال که در واقع به تقویت خانواده منجر میشه؟ ببینید، خانواده در عین اینکه یک نهاد به هم پیوسته است، همه اعضا با هم ارتباط دارن، ولی در عین حال هر عضوی هم خودش یک موجود منحصر به فرد مستقله. یعنی شما اونطور که با یه بچه 5 ساله برخورد میکنید، با پدر 30 سالش برخورد نمیکنید، با مادر 27-28 سالش برخورد نمیکنید. اینا هر کدوم این زبان ارتباط رو داره. خب در طرح‌های روحی تا اونجایی که من اطلاع دارم، یکی از کارهایی که میکنن مثلا وقتی کلاس اطفال میذارن و اینجا کلاس اطفال و بچه‌ها دارن با هم صحبت میکنن، گفت و شنود میکنن به زبان خودشون، در سطح خودشون، اون ورتر پدر مادرها دارن با هم دعا میکنن، اون طرفتر پدر مادرها دارن با هم بحث و گفتگو میکنن، یه چیزی رو با هم به مشارکت میذارن و میخوان روشن بکنن، آگاهی پیدا بکنن نسبت بهش. اونورتر جوان 16 ساله با هم سن و ساله خودش هست، ولی همه اینها دنبال یه چیز هستن و دنبال این هست، این شیوه حقیقت جویی، شیوه حقیقت یابی که در تعاملات انسانی، در ارتباطات انسانی، در سطوح مختلف مطرح میشه، این باعث میشه که خانواده قوی بشه. خیلی از فعالیت خانوادگی است. یعنی وقتی مثلا جلسات و دعا رو میذارن، بچه 5 ساله دعا میخونه، مرد 70 ساله هم دعا میخونه، جوان 16 ساله هم دعا میخونه. وقتی فعالیت های دست جمعی میذارن، این تنوع خودش باعث میشه که هر کسی در عین اینکه جایگاه خودش رو داره، ویژگی های خودش رو داره، قرار نیست که اینها رو ترک بکنه، در عین حال یک حالت همگرایی دارن به سوی یک چیز. و اون یک چیز چی هست؟ این که ما بتونیم یک ارتباطی با اون فرد یا با اون جمع یا با اون خانواده برقرار بکنیم. شما خیلی طبیعیه میبینید حتی در ارتباطات معمولی هم
یا جوان مجرد وقتی میخواد روابط اجتماعی برقرار کنه با مجرد ارتباط برقرار میکنه. به محصی که ازدواج کرد، نامزد کرد، میره سراغ اون کسایی که نامزد دارن و متأهلن. به محصی که بچه دار شد میره سراغ اون کسایی که بچه 2 ساله دارن، بچه 5 ساله دارن، بچه های همسن و سال خود این دارن. همینا اینا خودش در عین این که بستر مشترک ارتباط رو پیدا میکنه، در عین حال باعث میشه که 2 تا فرهنگ با هم تعامل پیدا کنن، گفت و شنود پیدا کنن. و ما توی این ارتباطات هست که یاد میگیریم، هر 2 طرف یاد میگیریم، نه فقط خانواده باهایی یاد بده و خانواده جامعه کلان یاد بگیره، نه، هر 2 اینها با هم ارتباط برقرار میکنن. و مهمترین مسئله این هست که ما آمادگی یادگیری داشته باشیم. هیچ اشکالی نداره، هیچ دلیلی نیست به نظر من که من وقتی وارد یک خانواده میشم که نگرشش با جامعه باهایی یکسان نیست، نگرش متفاوتی داره، همون محرکه برای رشد ایجاد میشه. وقتی من با یک جامعه، یک خانواده، من به عنوان یک خانواده متدین خدا باور، با یک خانواده ای که ایتیست هستن، آتئیست هستن، خدا ناباور هستن، با این شروع میکنیم به تعامل کردن، این ارتباط خانوادگی باعث تحول و رشد هر 2 خانواده میشه. من میشینم دعا به زبان خودم میخونم، اون میشینه شعر سهراب سپهری میخونه به زبان خودش، یا از آیات قرآن میخونه، یا از انجیل و تورات و اوستا میخونه. مهم این نیست، مهم این یگانگی است که همه یک زبان مشترک پیدا میکنیم و خانواده بنیاد وحدت اجتماعیه. این خانواده، اگر من این الگوی وحدت و یک پارچگی رو با خودم و اعضای خانوادم نداشته باشم، انتقاد دادنش، نمایاندنش نه به صورت تظاهر ولی تمرینش با خانواده های دیگه، طبیعی است که اون وقت به صورت تبلیغ و آگهی در میاد. ما این رو تمرین میکنیم با هم. اینجا خدای نکرده نمیخوام توهینی بکنم به افرادی که حالا به دلایل مختلف متارکه کردن. متارکه و جدایی هم در یک شکلی سالم هست، در از این هست که آدم ها با هم زندگی کنن و دشمن بشن، راه حل رو اونطور پیدا کردن. ولی بحث سر این هست که حالا خانواده هر نوعش باشه، تک والد باشه، 2 والد باشه، گسترده باشه، چون میدونم هسته‌ای باشه، هر نوعش که باشه، این ارتباطات خانوادگی میتونه بسیار مؤثر باشه در اون همگرایی اجتماعی. خیلی فرصت کوتاهی داریم دارم بازیار، ولی میخواستم یه اشاره‌ای هم تو این زمینه داشته باشید که نتایج فعالیت‌هایی که برای جامعه سازی میشه میتونه به رفاه جامعه کمک بکنه. چجوری جامعه باهایی داره فعالیت میکنه که خانواده‌ها رو در جهت بهبود وضعیت رفاه اجتماعیشون، مسائل اقتصادیشون اینها و بهبود محیط زندگیشون در واقع سوق بده و راهنماییشون بکنه؟ من فکر کنم این خیلی زمینه تاریخی داره، یعنی از همون ابتدا ما شروع بکنیم، تمام فعالیت هایی که در دیانت بهائی صورت گرفته به نوعی به این موضوع برمیگرده. حضرت عبدالبها در 2 جوان وقتی اون خطابه رو فرمودن، این در واقع برای کمک به اطلاع خانواده صورت گرفت. وقتی حضرت طاهره نقاب از چهره برداشتن، این برای تعالی به اصطلاح زنها، نقش زنها در جامعه بود. وقتی اولین مدارس نسوان تشکیل شد در ایران و اینا رو جامعه باهایی ساخت، اینا فعالیت هایی بودش که برای ترقی خانواده، اصل خانواده و همطور جامعه، برای سلامت جامعه صورت گرفت. همینطور فعالیت های بین المللی که با فعالیت هایی که با یونسکو، با یونیسف، با اینها انجام میشه، همکاری هایی که صورت میگیره، مبلغینی که سراسر کره زمین رفتن و دیانت بهائی رو، مبادیش رو شرح دادن و اصول روحانی رو بس دادن، همین این برنامه‌ای که الان اینجا هستیم که به قولن 12 ساله که در حال اجرا هست و قدمی هست برای اطلاع خانواده و برای تحکیم مبانی جامعه انسانی. میشه این لیست رو تا صبح ادامه داد، ولی به نظر من هر فعالیتی که در جامعه بهائی صورت میگیره به نوعی برای رشد، برای وحدت و برای تحکیم مبادی و اصول روحانی در جامعه هست که همش برای سلامت و برای رفاه جامعه
به نوعی هست. سپاسگزارم از این که در این مجموعه برنامه ها همراه ما بودید. تا برنامه بعد و موضوعی دیگه، خدا نگهدار. از شما هم سپاسگزارم که لطف کردید و اجازه دادید که از مطالبتون بهره ببرید.